من را به حق سالار مجاهدین که حسین علیه السلام هست، خودت حافظ مجاهدین باش، اینها سیاوشان ایرانند، اینها خلیلان خلق ایرانند. واقعیت اینه که چون هیچ قانون آزادی دیگه در جهان جز قانون آزادی اشرف وجود نداره، پس هیچ صدا و سیمایی جز سیمای آزادی مشعلدار آزادی نیست. افتخار ما مردم هستیم که این رژیم ضد بشری را برای جهانیان شناختاندیم، بالخصوص همسایه‌های کشور ایران. و البته این شناخت ما از این عجیب بود که شماها ما را از طریق همین سیمای آزادی ملی واقعی مردم ایران شما ما را پاماندین و آگاه ساختیم. میخواستم به اشرفیای در اشرف و بخصوص در زندان لیبرتی سلام کنم که بگم اینا معلمای تغییرن، نه قربانیای تقدیر. اینا با شما باید تو فکرتون بیان که اینا معلمای تغییرن. اینا هر جوری که رفتن همه چی رو چرخوندن، همه چی رو عوض کردن و این هم عوض خواهد شد. کمپ لیبرتی در حقیقت ساخته و پرداخته سوء استفاده کرانه آخوندها توسط مالکی مصدوره. در لحظه وقتی اخبار رو میشنویم، جریانات لیبرتی رو میشنویم و واقعا واژگون میشیم و در لحظه پیر خودمون میایم میگیم که وای چه وضعیه، چقدر ناراحت کننده، چه افتضاحی، این حق مجاهدین نیست. ولی از اونجایی که مجاهدین حقن، از اونجایی که رهبری به نام مسعود و مریم دارن، این توتر هم در سر خودشون خراب خواهند کرد به زودی زود. در کمپ لیبرتی 309 نفر که در روی زندانی شدن، برانم بهترین رودا و سمیترین آرزوهای خدا که رایشان است داشتم پیشکش درست میکنم. آرزو دارم که در رفش آزادی، آزادمنشی و آزادگرایی در دو سرزمین افغانستان و ایران به احتضار درآیم.